سلام و احترام خدمت شما شاگردان صنف نهم و برنامه آموزشی درس کیمیا خوش آمدید. امروز می‌خواهیم سوال‌های نمونه‌ای مربوط به کیمیای صنف نهم که مربوط به فصل‌های دوم، سوم و چهارم میباشد را با هم یک جای کار کنیم. مهمترین سوال‌های کیمیای صنف نهم، فصل دوم و سوم و چهارم که در سوال‌های امتحانات شما شاگردان عزیز هم تکرار شده است و آورده شده است را با هم یک جای کار خواهیم نمود. با حل سوال‌های نمونه‌ای با ما همراه باشید. اولین سوال شما، کدام حادثه زیر وجود هیدروژن را در یک مرکب عضوی ثابت می کند؟ الف تشکیل رنگ سیاه، ب تشکیل رسوب زرد، جیم تشکیل رنگ آبی و دال تشکیل قطرات آب. اگر یادتان باشد شاگردان عزیز، در متن درس در کتاب شما یاد گرفتید در قالب فعالیت عملی که یک آزمایش انجام شده بود و یک تست تیوب بود که به داخل آن یک مقدار بوره انداخته شده بود و تست تیوب بر روی شعله چراغ بنسن قرار داده شده بود و حرارت داده شده بود. وقتی که حرارت داده می شد باعث می شد که یک رسوب سیاه رنگ ظاهر شود در تست تیوب و همچنان بر روی جداره آن قطرات آب که رسوب سیاه رنگ وجود اتم کربن را اثبات میکرد و قطرات آب هم نشان دهنده یا وجود اتم های هیدروژن را برای ما نشان میداد و مشخص میکرد. پس وجود اتم هیدروژن بر روی با تشکیل قطرات آب بر روی جداره تست تیوب برای ما وجود هیدروژن مشخص میشه. پس جواب صحیح میشود گزینه دال، تشکیل قطرات آب. سوال دوم، هیدروکربن های مشبوه زنجیری چی نامیده می شود؟ الف استیلین، ب میتان، جیم پارافین، دال پارافین میتان. خب هیدروکربن های مشبوه زنجیری رو شما شاگردا یاد گرفتید که به هیدروکربن های گفته می شود که رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه یگانه است و به همین خاطر به آنها مشبوه گفته می شود. از بین گزینه ها مرکبات که نام برده شده است به هیدروکربن های مشبوه نام دیگش پارافین هست. چرا پارافین بان گفته می شد؟ به خاطر که مرکبات یا هیدروکربن های مشبوه چون مشبوه هست بنابراین خیلی تمایل ندارن که در تعاملات کیمیایی شرکت کنند. به همین خاطر با آنها پارافین به معنای کم میل هم گفته می شن. پس جواب صحیح می شود گزینه جیم پارافین. سوال بعدی، مرکبات مشبوه زنجیری چه نام دارد؟ الف الکان پارافین، ب الکان، جیم الکین، دال پارافین. خب ببینید شاگردان عزیز، مرکبات مشبوه دو بار در سوالات امتحانی تکرار شده است. پس بناهن مشخص میشه که یک سوال بسیار مهم است. مرکبات مشبوه زنجیری که رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه یگانه است، ما هم به آن الکان می گفتیم و هم پارافین به معنای کمل. پس جواب صحیح می شود گزینه الف الکان پارافین. سوال بعدی، در مرکبات مشبوه کربن با کربن رابطه جای خالی دارد؟ الف یگانه، ب سگانه، جیم دوگانه، دال همه جواب ها درست است. مرکبات مشبوه که با آن الکان هم گفته می شدیم رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه یگانه است. پس جواب صحیح می شود گزینه الف یگانه. سوال بعدی، الکان ها به چند گروه تقسیم می شوند؟ الف دو گروه، ب یک، جیم سه، دال چهار.
الکان ها رو ما و شما با ساختارهای الکان ها آشنا شدیم در درس و یاد گرفتیم که الکان ها یا به صورت زنجیره مستقیم است که به آن راست زنجیر هم گفته میشه که هر اتم کربن به یک اتم کربن یا نهایت به دو تا اتم کربن اتصال یافته است، یا که الکان ها به این صورت به صورت معاوضه‌دار یا منشعب است که هر اتم کربن به دو یا چهار تا اتم کربن اتصال یافته است. خب برای اینکه شما الکان های راست زنجیر و معاوضه‌دار یا منشعب را بهتر متوجه شوید، برای تخته‌سیا براتون نوشته میکنم. الکان ها با توجه به ساختارهایشان به دو دسته راست زنجیر یا زنجیره مستقیم و منشعب یا معاوضه‌دار منقسم میشن. الکان های راست زنجیر مثل چی؟ مثل مثال که برایتان میزنیم CH3 رابطه CH2 رابطه CH3. این ساختار یک الکان راست زنجیر است که هر اتم کربن یا به دو تا کربن اتصال یافته است، یا که یک اتم کربن به یک تا اتم کربن دیگه اتصال یافته است. به چنین ساختارهایی راست زنجیر گفته میشه یا زنجیره مستقیم یا زنجیره گفته میشه. اما الکان های منشعب یا معاوضه دار به صورت منشعب می باشد. مثال آن CH3 رابطه C رابطه CH3. خب به این ساختار دقت کنین. اتم کربنی که در مرکز قرار گرفته است با چهار تا اتم کربن اتصال یافته است. خب به چنین ساختارهایی که اتم کربن با دو اتم کربن یا نهایت چهار اتم کربن اتصال یافته است، ما با آن ساختار منشعب یا معاوضه دار میگیم. معاوضه هایی چه است؟ CH3 هایی که در بالا و پایین قرار گرفته است. پس میشه یک الکانی معاوضه دار یا منشعب. پس الکان ها از لحاظ ساختاری به دو قسم یافت می شود و وجود دارد. خب الکان ها به چند گروه تقسیم می شود؟ پس می شود به دو گروه. گزینه الف جواب صحیح می باشد. سوال بعدی، در یک الکان راست زنجیر 22 اتم هیدروژن موجود است. تعداد اتم های کربن آن چند تا می باشد؟ الف 10، ب 14، جیم 11 و دال 12. برای اینکه تعداد اتم های کربن را ما و شما مشخص کنیم، باید فرمول عمومی الکان ها را یاد داشته باشیم. از روی فرمول عمومی الکان ها ما براحتی می تانیم با وجود تعداد اتم های هیدروژن تعداد اتم های کربن را مشخص کنیم. پس بر روی تخته سیاه با هم یک جای تعداد اتم های کربن را محاسبه و دریافت میکنیم. الکان ها دارای فرمول عمومی چی بود شاگردان؟ فرمول عمومی هر کدام از هیدروکربن ها را ما شما با هم کار کردیم. فرمول عمومی الکان ها چی بود؟ CH2N جمعی دو بود. درست است؟ خب که N چی به ما نشان میداد؟ N تعداد اتم های کربن رو برای ما نشان میداد. تعداد اتم های کربن رو نشان میداد. تعداد اتم های هیدروژن هم میشد 2N جمعی 2. کافی بود که N تعداد اتم های کربن را جایگزینی میکردیم و تعداد اتم های هیدروژن برای ما به دست می آمد. تعداد اتم های هیدروژن را برای ما گفته است 22 است.
خب فرمول عمومی رو که داریم شاگردان، تعداد اتم های هیدروژن رو هم داریم، پس براتی میتونیم تعداد اتم های کربن رو محاسبه کنیم. این قسمی که 2N جمعی 2 که تعداد اتم های هیدروژن رو برای ما مشخص میکنن مساوی است با چند؟ 22. از طریق براعتی 2N مساوی می شود با 22 منفی 2. 22 منفی 2 می شود 20. N مساوی می شود 20 تقسیم بر 2. 20 تقسیم بر 2 می شود 10. تعداد اتم های کربن چند به دست آمد؟ 10 تا. که 10 را جای گذاری کنیم در فرمول می شود 30 10 H 2 ضرب 10 می شود 20. 20 جمع 2 می شود 22. تعداد اتم های هیدروژن مشخص می شود. پس جواب صحیح ما تعداد اتم های کربن را 10 تا به دست آوردیم. جواب صحیح می شود گزینه الف که 10 می باشد. سوال بعدی، الکان های زنجیری دارای فرمول عمومی جای خالی است. CNH2N منفی 2، CNHN جمع 2، CNH2N جمع 2 و آخری هم CNH2N. فرمول عمومی الکان ها را پیشتر برای تخته‌سیاه نوشته کردیم و در درس هم شما یاد گرفتین که CNH2N جمع 2 است. پس جواب صحیح می شود گزینه G. سوال بعدی، مرکباتی که فرمول کیمیاوی یکسانی دارند اما فرمول ساختمانی آنها مختلف می باشد چی نامیده می شود؟ الف پلیمر، ب میزومر، ج مونومر و د هم ایزومر. ما شما در متن درس یاد گرفتیم اگر مرکبات فرمول مولکول دو مرکب داشته باشیم یا چندین مرکب داشته باشیم که فرمول مولکولی آنها یکسان و مشابه باشد، یعنی تعداد اتم های آن با هم یکسان باشد، اما فرمول ساختمانی آنها یعنی نحوه اتصال اتم ها در دو مولکول با هم متفاوت باشد، ساختارهای ایجاد میشه به نام ایزومر که دارای خواص مربوط به خود می باشد. پس جواب صحیح می شود گزینه دو، ایزومر. سوال بعدی، بر اثر سوختاندن یک مرکب عضوی بقیه سیاه رنگ وجود کدام عنصر را نشان می دهد؟ الف هیدروژن، ب سلفر، ج کربن و د اکسیژن. خب یک مرکب عضوی وقتی که سوخته می شود در اثر سوختاندن یا عملیه احتراقی چه مرکباتی را تولید می کرد؟ کربن دای اکساید، هیدروژن و یک مقدار هم حرارت و انرژی را آزاد می کرد. خب از بین مرکباتی که تولید می شود CO2 که عنصر کربن در آن موجود است باعث می شود که یک ماده سیاه رنگ یا بقیه سیاه رنگ را ایجاد کند. بنابراین وجود عنصر کربن است که بقیه سیاه رنگ رو ایجاد میکنن. پس جواب صحیح میشود گزینه ج کربن. کدام قند در نتیجه فتوسنتز تولید میشه؟ فرکتوز، گلوکوز، گلکتوز، هیچ کدام. در نتیجه عملیه فتوسنتز شاگردها شما یاد گرفتیم که کربن دای اکساید جذب میشد در حضور نور خورشید یا آفتاب، باعث می شد که عملیه فتوسنتز در برگ درختان انجام بگیرد و کربوهیدرات های مرکبات را تولید می کند به نام گلوکوز. پس جواب صحیح می شود گزینه B گلوکوز. سوال بعدی، کدام روغن برای پخت و پز مفید است و ترکیبات آن چی می باشد؟
شما با انواع شحمیات در درس آشنا شدید. روغنی که برای پخت و پز بسیار مفید است، روغن اولئین می باشد که از ترکیب شحمیات اولئیک اسید و گلیسرین تشکیل شده است. و سوال آخر، مرکبات زیر را نامگذاری کنید. برای شما 3 مرکب داده شده است و از شما خواسته شده است که مرکب را نامگذاری کنید. مرکبات را بر روی تخته سیاه با هم یک جای نوشته و نامگذاری میکنید. خب 3 مرکب برای شما داده شده است و از شما خواسته که آن را نامگذاری کنید. مرکب اول را دقت کنید شاگردها، CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه OH. در ساختار مورد نظر گروپ هیدروکسیل موجود است. پس بنابراین مرکب یک مرکب چی است؟ الکل است. در نامگذاری الکل ها چه قسمی بود؟ نام هیدروکاربن مورد نظر را نوشته می‌کردیم، به جای پسوند ای در آخر نام هیدروکاربن مورد نظر پسوند او ال را قرار می‌دادیم که مشخصه یا نشان دهنده چی بود؟ الکل ها بود. پس نام مرکب چی میشه؟ 1 2 3 4 4 تا اتم کاربن داریم. نام مرکب یا هیدروکاربن با 4 اتم کاربن می‌شود بیوتان. به جای ای هم او ال قرار می‌دیم. و جای پسوندی چه قرار میدیم؟ او ال که نشان دهنده الکل هاستن. نامش میشه بیوتا نول. مرکب بعدی CH3 رابطه CH2 رابطه CO رابطه CH2 CH3. مرکب مورد نظر چون دارای گروپ کاربونیل است، CO داره، از دو طرف هم به گروپ R اتصال یافته است، پس بنابراین یک مرکب کیتونی است. مرکبات کیتون نامگذاری آنها قسمی بود که به دو روش نامش نوشته می شد، به روش معمولی و به روش آیوپک، که هر کدام را جداگانه ماشه با هم نامش را نوشته می کنیم. به روش معمولی و به روش آیوپک. خب به روش معمولی چه قسمی بود؟ به دو طرف گروپ کاربونیل دقت میکنیم که چه گروپ های الکایلی قرار گرفته است. در دو طرف گروپ کاربونیل گروپ های CH2 رابطه CH2 رابطه CH3 قرار گرفته است. دو گروپ الکایلی که مشابه یکدیگر می باشد. درست است؟ CH3 رابطه CH2 در اینجا هم CH2 رابطه CH3. خب دو گروپ الکایل چون مشابه یکدیگر است، پس از پیشوندی دای استفاده می کنیم. دای به معنای دو. خب دو الکایل نامش چی میشه؟ الکایلی با دو اتم کربن می شود نامش ایتایل. در آخر هم دای ایتال کلمه ای کتون رو به آن علاوه میکنیم. این میشه به روش معمولی. به روش آیوپک چه قسمی نامگذاری میکنیم؟ به روش آیوپک تعداد اتم های کاربن رو نگاه میکنیم که چی تعداد است؟ نام هیدروکاربن مورد نظر نوشته میکنیم. به جای پسوند ای در آخر نام هیدروکاربن مورد نظر از پسوند او ان ای که نشان دهنده کتون ها می باشد قرار میدیم و جایگذاری میکنیم. خب مرکب مورد نظر 1 2 3 4 5 5 اتم کاربن داره. نام هیدروکاربن با 5 اتم کاربن میشد پنتان. خب به جای پسوند ای او ان
ای را قرار می دادیم. نامش برایش نامی مرکب به نظر برایش آیوپک می شود پنتا نون. خب مرکب آخر را دقت کنید. سیش سر رابطه سیش دو رابطه سی او او سی دو اچ پنج. خب مرکب مورد نظر چون دارای گروه کاربوکسیل می باشد یک مرکب ایستری است. گروه کاربوکسیل از یک طرف به گروه الکایل اتصال یافته است. پس بناهن یک مرکب استری می باشد. در نامگذاری استرها نام الکایلی که به اتم اکسیژن اتصال یافته است را نوشته میکردیم و بعد از اون نام هایدروکاربون مورد نظر را نظر به تعداد اتم های کاربون را نوشته میکردیم. به جای پسوند ای در آخر نام هایدروکاربون مورد نظر از پسوند او ای تی ای که نشان دهنده استرها می باشد را جایگذاری میکردیم. پس نام مرکب مورد نظر قسمی میشه. نام الکایل با دو اتم کاربن چی می شود؟ نامش ایتایل می شود. بعد از اینکه نام الکایلی که متصل به اتم اکسیژن رو نوشته کردیم، نام هایدروکاربن رو نوشته می کنیم. یک، دو، سه. سه اتم کاربن دارد. نام هایدروکاربن با سه اتم کاربن می شود پروپان. به جای پسوند ای چی قرار میتیم؟ او ای تی ای. نام مرکب مورد نظر میشود ایتایل پروپان نوئید. یک استر میباشد. شاگردان عزیز، سوال های نمونه‌ای مربوط به این فصل به اتمام رسید. امیدوارم که سوال ها برایتون مفید بوده باشد و در خانه های خود در کتابچه خود خوب این سوال ها را کار کنید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشد.